من باید از همکار خود ایدی خود بگیرم. چطور چی نظر داری؟ از همکارتان باید از ایدی را که گرفتین باید از یک بر چهار بگیرم. یک بر چهار بگیرم. خب چطور ایگه بزدین برام میشه که بگوین؟ چون همکارتان همونطور یک چیز معلوم میشه که در خوشخوی است و معلوم میشه که ایدی را اید زیاد خوش داره و از همون خاطر تجلیلش میخواه زیادتر کنه با دوستا. امی بویش امی لذه زیادتر بر من خوشایند است و زیاد مزدارم معلوم میشه. هر یکی از این کلچه ها میم به طرف صاحب دکان که اینا چی گفتن این داره امکارم یکم اک چشم سفیدی میکنم میگم ما میخورم انوزه اید دور است یک دو روز دیگه باقی مانده. خب برای کسایی که نامزدار است دیگه دقل باید یک در مروت کنیم برای ما نامزدار و مردم یک بخانه این برای فرق نمید ولی خودت بردی نبردی برای خواه نبردیم خود ما نیدی انوز نه نامزد هست نارسی کریم دیره اگر ببری چی خواد بردی پوپل جان طبعا نمی یکون میوجد دل جمع از دیگه اینجا پر از بیشک عزیزای دل یک بار دیگه شما دوستان خوش آمدید میگم در بخش از گل فروشی قرار دارم و میبینید که چقدر گلای زیبا و مقبول هم است زرد سفید جگری و رنگای خیلی قشنگ و زیبا گلای تازه هست و ما هم آمدیم گل فروشی که پرسان کنم که چی گونه گلا هست و چی کسا گل میبرم کار ازم خودم داخل بک بریم دکاندار امینه دستان دروازه گیر کردیم. سلام علیکم به شما. سلام بر شما و بیننده ها شما. بسیار تشکر میکنم. نام شما؟ اسم عبدالفتاح یکان از گلسازان شهرانه و کوچه گل فروشی. عبدالفتاح جان پیشا پیش عید سعید فطر از صمیم قلب بر خودت بر تمام عزیزای تبریک باشه. ما هم بر شما و از طریق کمری شما بر تمام هموطنان عزیز ما تبریک گفتم. زنده باشین. بیا برام بگو که تا به حال چی کسا گل بردن؟ خودت ایدی بردی نه بردی؟ خیلی گلی دوران از ایدی بردن ما خلاص شد. میانه که شما قبلا برده بودیم؟ بله قبلا ما گل برده بودیم و حالا کسایی میبرن که فعلا نامزاد هستن. بعضی کسا به توفه نامزادی و اینا ببرن و بعضی کسای دیگه به دوستا و نزدیکشان اینا توفه میتن. بسیار خوب باش که برش یک زنگ هم هست اینه که زنگ هم قطع کردن. برم بگوین که اکثر کسایی که شما از پیش شما گل میبره خانم ها هست یا آقایان؟ حالا مختلف هست. خانم ها باز زیادتر در یه روز هیت آقایان هستن چون خانه خسر که میرن یک دسته گل اتمن هم رو با خود برای نامزاد خود تحفه میبرن. اولین ایدی را که شما بردین چی چیزها بود؟ بین از رسم و فرهنگ خود ما شما صحبت کنین. حالا اولین ایدی را که خودم آوردم مگر راست شپرسون که در اولین ایدی خودم نبودم. خبر شدن که بردن آف چون فامیل رفته بودن وقت برادر کلانم بود اونا بردن ما دیگه یک ذره پس رفته بودم البته. حالا خب ماشاءالله جوانای فیلی خب ماشاءالله پیش رفته است دیگه. نام خدا دیگه جوانای فیلی دیگه از 420 هم یک ذره پیشتر پرمانده. بسیار خوب. من در مورد از این گل برم صحبت کنم که چقدر یک رنگ زیبا و مقبول داره. گل تزینی داخل سالون است، از اتاق است، از کجا هست؟ این گل تزینی برام روزایت ما تزین کردیم که البته بعض دوستا به داخل اتاق سالون های خود به خاطر تزین اتاق میگیرن. و قیمت از اینا؟ قیمتاشون مختلف از دیگه از 2500 تا 5000 قدرها قیمتاش است. اگر امیر مثلا بیاین یکی از دوستا ببرن چند قیمت میکنین برش؟ اگه گلا یکی از دوستا ببره اولش پیسه ازشون نمیگیریم. اینا فکر کنین ما ایدی میبرم. حالا سرچپه شده بیشتر همکار ما شوخی میکرد نگه که به واسه که برای خودت ایدی بره گفتم نه هیچ زحمت نکشه ما برش ایدی میبرم. بسیار خوب بطور که شما بر دوستتون تحفه میبرین از طرف من بر شما تحفه. زنده باشین قربانتان تشکر میکنم. نه در واقعیت که عزیزای ما که اگر بیای از خودت مراجعه کنن از خودت کمی گل خوش کنن برای سالون ببرن قیمتش چقدر هست؟ قیمت از این تقریبا حدود 3000 تمام میشه برای دوستا و مشتریای ما. و چقدر رنگای زیبا داره سفید و سیاه سرخ و سفید زوقا فرق میکنه و بعضی کسا هم رنگ اتاق که تزین میکنن همراه با پرده و دوشک و این چیزا. باز ما هم دیگه تقریبا چند رنگی را مختلف آماده ساختیم. بگوین که تا به حال را ایدی دادین ایدی گرفتین از ایدی بگوین از فرهنگ ما بگوین که فرهنگ ما چگونه هست؟ البته که طفل بودیم دیگه حال کس ما را ایدی نمیتن چون همه اگه کسن ایدی تقاضا میکنن در زمان طفلیت حتما ایدی گرفتیم و حال یا بله باید از اطفال های ما را دوست های ما را ایدی بتیم. دقیقا باز خانم ها خوب باز زیادتر دیگه مثلا از نامزات ها خوب سبکی سب دیگه از نامزات ها خوب زیادتر است ها و واقع ایدیشان دیگه بالاتر هستن باید از اونا ایدی خدا
ایدی خود باید بگیرن. ما هم باید از همکار خود ایدی خود بگیرم. چطور چی نظر داری؟ از همکارتون باید از ایدی را که اگه گرفتین باید از یک بر چهار بگیرن. یک بر چهار بگیرن. خب چطور ایگه بزدین برام میشه که بگوید؟ چون همکارتون همونطور یک چیز معلوم میشه که در خوشخوی است و معلوم میشه که ایدی را اید زیاد خوش داره و از همون خاطر تجلیلش میخواد زیادتر کنه با دوستا. اینی گپ هم است، راست میگی. والا خیلی خوب شد یک بار چهار. بسیار آدم خیرخواستی خودت، بسیار آدم خیراندیش هستی. والا تو خیر ببینی که مرمی راه را نشان دادی. این همکار عزیزم ایدی یک بار چهار از خودت میگیرم. دیگه زیادتر از این وقت خودت هم نمیگیرم. بسیار تشکر میکنم. کدام پیام، کدام گفتنی برای مردم عزیز ما که در داخل و خارج از افغانستان در دیار غربت زندگی میکنن، مسافرات، چی پیام میتی امروز برشون؟ دیگه پیام خاصی ندارم. البته از طریق تلویزیون شما ایده برای همشان، چی داخل کشور است و چی خارج از کشور، از همین قبل تبریک گفتم. زنده باشین، قربانتان. من هم از شما یک جهان سپاس میکنم. دیگه وقت خوب و خوش، عید خوب و خوش بشه. سلامت برای خودتان هم همچنان عید خوب و خوش داشته باشین. زنده باشین. عزیزای دل، دیدین که در مورد گلهام صحبت کردن، در مورد آمد آمد عیدم. حالا هم میریم به طرف دیگه دوستا، یک وقفه کوتاه میگیرم و دوباره برمیگردم. خوش آمدید میگم در این بخش برنامه. میبینین جای آمدیم که تمامش که کلچه هست و امی بویش امی لذه زیادتر بر من خوش آیند است و زیاد مزدارم معلوم میشه. هر یک از این کلچه ها میم به طرف صاحب دوکان که اینا چی گفتنی داره. امکارم یکم اک چشم سفیدی میگنم، میگم ما میخورم. انوزه اید دور است، یک دو روز دیگه باقی مانده. سلام علیکم بر شما. خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ قربانتان باش که اول من تلویزیون یک کمک اگه اجازه تان باشه خاموش شما. زنده باشین. اینی هم تلویزیون هم خاموش با اجازه شما هم البته. انشالله که شما هم خوب و صحتمند سر حال باشین. شکر فضل خدا. اسم شما؟ خدر محمد است. بسیار خوب. بین خدر محمد عزیز برم در رابطه با آمد آمد عید قصه کنین، از رسم و عنانات ما قصه کنین، از فرهنگ ما بگوین. فرهنگ عید خواهمیست که فضل خدا عید رمضان است. بله. ماه مبارک رمضان است، یک ماه خوشی و خوبیست بر خدا کنه که به تمام مردم افغانستان یک عید خوب و خوش زنده باشه. ما همچنان از عید سید فطر از صمیم قلب بر خودت، بر تمام کارمندای عزیز تبریک میگم. بر شما همچنان تبریک میگم. زنده باشین. بین بوبینال در مورد کلچه ها برام بگوین، کیک بگوین که کیلو چند هست و عزیزای ما تا به حال را چقدر بردن و بیروبار دیگه فکر کنم که فردا شب دیگه زیادتر میشه. دیگه امروز خود نه واسا یک سه روز مانده است و قدر بیروبار نیست. از سر فردا شب انشاءالله بیروبار خوب میشه. کلچه دیگه نمیمونه چور. نه کلچه خوب برای نیست که برای جور بکنه که مردم بیاید. بیاین از ایدی بردن برام قصه کنین که شما در گذشته ایدی بردین. اگر ایدی بردین اولین ایدی شما چی بود که بردین؟ نه والا ایدی نبردین. نم رسم رواج هست که مردم شیرنی باب میبره، کیک کلچه میبره، میوه میبره. یک رسم رواج مردم ماست که کلی کار میکنن. حالا اگه که شما ایدی نبردین، من تعجب کردم که حالا وقتی که در این زمانه وقتی که ایدی نبری برای فامیلا، یک حال میشه که برای یکانه نفر باز هر روز و بیچاره سر زبان ها میباشه که فلانی نفر ایدی نبرد، نوروزی نبرد و او آدم بیچاره در هفت کتاب دیگه نامش نوشته میشه. حتی در دوره ما قدر این رسم رواج نبود، قریه و اطراف قدر این رسم رواج نیست. و تو دوره ما 20 یا 25 سال پیش بود. دوره جنگ هم بوده چیز، اما مردم یک چیزی میکرد. یعنی از امی رسم و عنانات ما، فرهنگ ما، یعنی او وقت زمان قدر یعنی مروج نبود شما میگید؟ نه او وقت قدر نبود، بود بسیار کم بود. مگم قدر بمو دلیل شما هم نبردین؟ نه دیگه. باز همون گفتشه باز وقتی که شما ازدواج کردین نگرفت از شما؟ نه دیگه، از ما دختر کاکایم بود تو قدر کتما کش نکردم. حالا این قدر خوب است که اینا یکمک مراعات تا نکرد دیگه. اگر حال در فرهنگ حال فیلی باشه، جوانای فیلی که اگر مثلا ایدی نبره، لباس نبره، طلا نبره، خلاص دیگه مثل قصه قبلی میشه که در هفت کتاب نامش نوشته میشه. حالا خیلی مردم است، مردم جور میکنه. اگر نه کدام خب کسی که داره زندگیش خوب است، بیا خوب است که ببری یک چیز خوب است. دوره نامزاتی یک دوره خوب است. باز میگن که دوره آزمایش است.
میگن در دوره آزمایش اگر ناکام موندی خلاص دیگه. نه خب اینا رسم رواج مردم است. حالا فعلا همی رسم رواج است که اگه نبری گپ خودت مردم میگه که ولی چیارده خود اگه خود خانواله هم نگویه هم پدر یا مادر داماد نگویه. نه حالا چهارده بغل همسایه هم حق داره دختر است. قیم خشش میگه چی آورده بود یه بود چی آورده بود یا نوروز بود چی آورده بود. حالا معمولا امو تا جایی که من میفهمم و خبر دارم امی انگشتر است و یک طلا میگیرن، لباس میگیرن، کیک کلچه میگیرن، میوه تازه میگیرن. سعی که دوستا چقدر حال زیاد شده که میوه خوشگام میگیره و وا بجان او کسی که باز نداره، کسی که واقعا نداره در این شرایط سخت و در این شرایط دشوار گفتنی خودت به او فامیلا چه هست؟ گفتنی من همیست که مطابق جیب داماد خود سیل کنن و تو نکنن که ظلم کنن سر یک مسکین بیچاره که نداشته باش تو بگو بخشش طلا بیار یه چیز بیار چیز اگه چیزی نداشتم یک دانه گل خالی هم که برش بیاره همون کفایت میکنه. ضروری نیست که همون داماد مسکین برو قرض کنه یا از یک نفر قرض بگیره و یک چهار روز با تو پشت خانش بده و که والا هم پیسه ما رو بده. سینی هم کارم میبینی یه هم کارم هر وقت میفهمی روز عید که میشه باز دیدی چی میکنه میره طلا رو قرض میگیره کلچه رو خاموتو میگیره دیگه کلچه رو قرض میگیره باز میگه داخل ما شما حسابی میکنیم باز بعد از عید که میشه دیگه باز اون کمره ما رو بیچاره در گرو میده. نه یک کلچه هیچی نیست کلچه کدام گپ نیست این طلا و یک آن چیزا خیلی تو نگو که هر روز میایه باز اینه نه خیلی سا دیگه هر روز هم میایه کدام گپ نیست نه دیگه حالا دیگه مقصد رخ شد به دکان خود دیگه به ما غرص نیست مقصد صدقه سر چیزی که ما در دکان داریم در خدمتش هست. زنده باشین قربانتان. بگو این حالا برم که کیک کلچه کیلو چند است که عزیزایی که فعلا بیننده هستن قیمت ها چگونه هست برای مردم عزیز ما آیا توانمندیش دارن که بگیرن ندارن چون نرخ باید بفهمن دیگه. این حالا مطابق به ذائقه خود کیک کلچه است. این حالا بهترین کیک کلچه شما از ما کس کلچه 150 رو پس کیک از 200 کدامش حالا خوبش است بین کلچه ها کدامش بالاتر از قیمتش؟ از ما کلچه ما یک قیمت است هر رقم چند کلچه 150 روپا و کیک؟ کیک 200 کیک 200 چرا یک کیک حالا قدر قیمت شده؟ کیک قیمت به خاطر ما کستیم به چی مواد او چیز کار نمیکنیم شیر است تخم است اما ذائقه بالاترین ذائقه رو ما کار میکنیم به خاطر شب روزید است که مشتری های ما که از ما بردن و هر وقت میبرن خوش هستن و چیز خوب است. حالا یک شوخی کنم حالا چی ثبوت داری که حالا مکلا شیر است؟ هایچه پشریتان ماندگی است نیتانه که بخوری کلان گفه نیست در شیر میگه اضافه شده من شوخی کردم که یعنی نباش که امور را ادقل بفهمیم که دوستان مطمئن شدن که صد در صد میبرن. هر دوست ما که میبرن میتونه که ببره حالا که ماه مبارک رمضان در خانه خود بخوره باید. اگر کیفیتش خراب بود پس به یک کیلو رو پنج کیلو برش تاوان میتیم بیشک والا همکار عزیز نبیه اینجا تو را نگفته دیگه عزیزای ما را گفته بسیار تشکر میکنم آخرین گفتنی خودت آخرین پیام خودت برای کسایی که در دیار و غربت زندگی میکنن خارج از افغانستان زندگی میکنن از وطن دور هستن امروز برشان از این وطن چی پیام میدی خودت برشان؟ پیام هاییست که هر جای دنیا که هستن خوش آرام آسوده باشن. افغانستان خود میفهمی خودتان که وضعیت روز روزگار افغانستان خوب نیست. در هر مملکتی که دوستای ما هستن هر جایی که هستن خوش آرام باشن. عید خوش عید خوب برای همه وطن زنده باشین قربانتان بسیار زیاد تشکر زنده باشین با امید یک صلح سرتاسری در افغانستان انشالله که از وطن البته از کشورها بر بگردن بین با وطن خود بیاین انشالله یک روز شوه و عید همینجا در بین همه مردم ما تجلیل کنن بخیر خوب بسیار خوب میشه که آرامی باشه بیان مگم در این حالت نه در این حالت نه نگفتین که خودتان برای عید چی آمادگی گرفتین برای خانواده برای خودتان لباس چی گرفتین خب یک جور پرن تنبان است کمی چی رنگ گرفتین والا فولادی گرفتیم والا ما یگان دفعه که بیرون میبرایم امی دوستا را پرسان میکنم باز میگم بخصوص کمک که سندشان کلانتر میباشه باز میگم چی رنگ آماده کردین باز اونا میگن که والا رنگا معمولا زیادتر رنگای آرام دوست میداشته باشن اما تو راست؟ خب برای یک انسانه که یک ذره سندش پخته تر شوه کلای شوخ برش خوب نمیگه باز یگان تا اما تو شوقی هم داریم خب شوقی خودش خوب خط و شوقی و علایده از که هر رقم می پوشه قابل ذوق خود یک انسان که هر رقم می پوشه ما خودمو کستیم
این پیران تنبانک در جانو میبینی من کلاش رو خوشم نمیاد. مثل کمکارم سرخ میپوشن رو برد بچه های ما مثل هر رنگ میپوشن رنگ های شوخ هر رنگ کتما میرد او خوش میکنه من خوشم نمیاد. من میگم مال زو قضیه هست در زو قضیه هست من چیز نمیگه و هر چیزی که خوشتان میاد امو بسیار برتون خوب. بسیار تشکر میگم. فکر کنم که مشتری های شما اومد. من زیاد صحبت نمیکنم. دوستا یک وقفه کوتاه میگیریم میریم به طرف دیگه. دوستا زود برمیگردیم. باز هم از خودت خیلی تشکر. تشکر از شما. زنده باشین. اسمی که میبینین حالا هم با میوه فروشی اومدیم. میوه‌جات خشک است البته. چاکلیت هم است، کیک هم است و تمام میوه هیدم هم اینجا هست. باش که دکاندار رو پیدا کنم. هست دکاندار؟ ای نه که دکاندار هم هست. سلام علیکم بر خودت. سلام بر شما. خوب هستین صحت من؟ شکر سلامت. قربانتان. نام شما؟ اسم من پوپل هستم. پوپل جان قند. پوپل جان اول خو اید پیشا پیش بر خودت تبریک باش از صمیم قلب. ایده بر شما و از طریق شما بر تمام افغانستان تبریک. تشکر میکنم. پوپل جان بو که چی آمادگی گرفتی برید؟ آمادگی دیگه میوه را جور کردیم همین آمادگی را برای خودت لباس سلمانی رفتی نرفتی؟ نه سلمانی خو وقتش نشد هنوز لباس تیار کردیم. میرین دیگه بخیر انشاءالله. لباس چه رنگ جور کردی پوپل جان؟ رنگ چی رنگ بیم؟ فولادی. فولادی چه رنگ مقبول زیبا رو انتخاب کردین. پوپل جان بین در رابطه با میوه‌جات خشک برام بگوین که کشمش کیلو چند است؟ پسته کیلو چند است؟ بادام کیلو چند است؟ چهارمغز کشمش فرق میکنه. 300 افغانی شروع الی 600 افغانی و همین کشمش را که اگر ما بگیریم کیلو چند است؟ این 400 افغانی. 400 است. این با این کشمش دیگه چی فرق داره پوپل جان قند؟ این دانش کلان است و خورده است. او را به نام کشمش گردک میگن. اینم کشمش قندار کشمش دراز است. بسیار خوب. این باز کیلو چند است؟ 300 افغانی. کیلو 300 افغانی بسیار خوب. و یوم خسته است. خسته رو معمولا دیگه اگر در عید بیاری باور کن که کل خانه اگه دعوت میشه. متوجه هستی؟ همون تو گپ از باز میبرنش یعنی؟ یگان نفر اگه اشتباهی بره. اگه اشتباهی بره خودت چطور میبری؟ نه نه چی کنیم در خونه خسته را بریم کل جای چطر میکنیم. یکم اگه جنجالی هم هست همون درست نیست؟ خب پوپل جان در مورد توت هم بگو. توت هم میبرن نمیبرن؟ توت هم میبرن. خب کیلو چند است توت؟ این توت که است توت اول است کیلو 400 افغانی. 400 است بسیار خوب. و بادام را که عزیزایی که در خارج از افغانستان هستن این بادام ها را و این چیزهای میوه‌جات خشک وطنی را دیگه پشتش اینا تو چشم درد میگردن. در مورد از این بادام برام بگو کیلو چند؟ بادام که است بادام لوگر است تلخک چیز نداره کیلو 100 افغانی است. یک دانش باش که ما بخورم گفتین تلخک نداره. خب بسیار مزده است. جایتان هم خالی باشه عزیزای دل. خب در مورد از یک کشمش سبز بگویید نیش قدر مقبول است؟ کشمش قندار است کیلوی 600 افغانی. کشمش قندار است کیلوی 600 افغانی. بله. میبینین دوستا که چقدر رنگ مقبول داره و همچنان شیرینیش هم شاید همقدر زیادتر باشه. بله. و نگفتن همونه که بادام پشدار. پشدار میگن برش؟ بله بادام پشدار است. بادام ستاربایی است. شور شده. کیلوی چند است بازی؟ این کیلوی 700 افغانی. کیلوی 700 افغانی است اینا. عزیزایی که باز بخصوص کسایی که نامزاد دار است دیگه اگر بیاین دیگه مجبور یک 20000 در جیبش باشه. نه 20000 نه خود. نظر بخیر تو خودشون از شو اگر. نظر کدومش اگر پوپل جان اگر کیلو بگیره دیگه چند کیلو میشه چند میشه پولش؟ شاید تقریبا یک 7-8000 میشه دیگه. یعنی میوه خشکش یک 7-8000 پا میشه دیگه. بسیار خوب. میایم در مورد پسته برام معلومات بدین که پسته ایرانی هست. بهترین پسته است. به نام پسته خندان میگنش. دهن کلش باز است. کیلو 750 افغانی. خندان گفتین خودشو من تو خنده میکنم. بله به خاطر پسته خندان میگم. بسیار خوب. کیلو چند گفتین میرا؟ 750 750 افغانی. اگر مراعات کنین باز چقدر؟ اون نرخ ثابت است. خب برای کسایی که نامزاددار است دیگه حداقل باید یک مراعات کنین. برای ما نامزاددار و مردم یک بخانه این برای فرق نمی. ولی خودت بردی نبردی؟ برای خانه بردیم خودم. نه ایدی هنوز نه نامزاد است. نارسی کردیم دیره. اگر ببری چی خود بردی پوپل جان؟ طبعا نمی یگان میوجات. دل جمع از دیگه اینجا پر است. یا تا حال بخدا. بشک و اینجا هم یک کشمش دیگه هم است. فکر کنم یک کشمش لاله ایرات است. لاله ایرات است. چی فرق داره با کشمش؟ ای کاستا ای بهترین انگور است. باز از این کاستا کشمش شما هم تو بهترین کشمش است. بسیار شیرین لیکن دانه داره به اون خاطر کس قدر زیاد خوش نمیگیره لیکن مزهش بسیار خوب شیرین است. من همینا مزهشو چشیدم اینم که باش که چی گونه هست. زنده باشین. کشمش شما واقعا بسیار مزه دار و شیرین هست و واقعا هم دانه دار هست. در مورد نخود برام بگو که نخود کیلو چند است؟ نخود مزاری است کیلو 250 افغانی. نخودی است که چیزی نداره چلمل چه چیز نداره. گفتین نخود مزار هست. ایران موندم که یعنی هر جای هر ولایت ما شما با وجود که زیبایی های مقبولی از خود داره هر ولایت ما و مقسم میوه‌جات شما است. بله طبعا. در مورد کاجو برام بگوین که کاجو کیلو چند است؟ کیلو 800 افغانی. کاجو تازه است. کجایی هست؟ ایندی است.
ما برای یک رقم خورده میرم که ایران بوریم. نوش جان مشکل نداره. خودت چی چه رقم استفاده میکنی؟ میخوری امرای چای نمیخوری؟ بله دیگه ایجا باشی و نخوری که این پیشه. بسیار خوب. و در مورد زی پسته برم بگو که فوقال جان خند. پسته لیمویی هسته. ای هم کلوی 750 افغانی. حالا مگر قیمتاش زیاد بلند است فوقال جان؟ نه بیخی هم نرخ مناسبش است. لیکن در شب عید بلند میشه یا ای که خیر از اومامت راست؟ هر وقت سال که بینم این نرخش است. آخوی یک ذره اقتصاد مردم افغانستان ضعیف است این برسان بلند تمام میشه. مگر بسیار نرخش مناسب است. و یکانا چیزی که مردم عزیز مردم شریفم که در خارج از افغانستان هستن عزیزایی که جلغوزی سیاه را دوست دارن. کیلوی چند بیه و از کجا هست جلغوزی سیاه؟ ای جلغوزی سیاه از پکتیا است. کیلوی 2800 افغانی. 2800 افغانی. ای یک کیلو میه دیگه؟ ای یک کیلو میه. یک کیلو میه. باز اگر دوست دارم مراد چه کنی چطور؟ مراد کردگی است. مراد کردگی. نرخ ثابت داره. بسیار خوب. اینجا زرشکام است. این زرشکام دیگه برای برنج است ها؟ بله برای برنج است و کسایی که همون تو میخوره یک نفر رو میگه. میگن که برای شکر همچنان است. بله زیاد فایده داره. از دل کسایی که شکر داره میتونن که از زرشک استفاده کنن، زرشک تر کنن، صبحکی در البته در قبل از غذا میتونن که را نوش جان کنن، اما از که کمک شکرشون پایین تر میسازن. تا جایی که من معلومات دارم، این معلومات خودم با شما شریک ساختم. و زرشک کیلوی چند میایه؟ کیلوی 400. کیلوی 400. از کجا هست این زرشک؟ ایرانی است. ایرانی است. بسیار خوب. یک پسته دیگه هم اینجا به نظر من خورد که پسته خرد و ریزه هست. این پسته کجایی هست؟ دیده دیده میتونه اینی که هست پسته هرات است. پسته هرات است. بیاین که یک بار ببینیم. این قسمی که اینجا میبینین این پسته هرات است. بازی چطور خورد خورد است پوپل جان؟ از افغانستان پستهش خورد ترک است لیکن زیاد مزه داره. زیاد مزه داره است. کیلوی چند است بازی؟ کیلوی 900 افغانی. کیلوی 900 افغانی. بسیار مگر قیمت نمیگی نظر به او ایرانی و پسته خندان؟ خوی بهترین پسته است. در مزه از این کده پسته بالا نیست است. پسته افغانی کده بله. قسمی که میبینین چاکلیت ها همینجا ماندگی است. در مورد چاکلیت ها بگو که چاکلیت ها کجایی هست و کاکاو دار است، بیکاکاو است، کیلو چند است؟ چاکلیت ها هر رقم است. کاکاوی است، بیسکیتی است، ناریالی است و میوه‌ای است. ای کس ناریالی است. یک هست ترکیه است. کیلو چند میایی؟ 250. 250. من یک البته یک چاکلیت دیگر را دیده بودم پوپل جان. ایرانی هست، بسیار مزه دار است. اسمش فراموش شده اما کلا پسته کار شده. اسمش اگه خودت بفهمی؟ گزه شاید بگویی. گزه. دارین از او؟ فعلا خلاص خلاص کردین. واقعا کو پسته او البته ببخشین او چاکلیت هم زیاتر مزه دار است دیگه. بله طبعا مزه دار است. پسته داره و تمام چاکلیت ها قیمت هاش هم دیگه مختلف است ها؟ بله مختلف است. 300 افغانی، 250 افغانی، 200 افغانی فرق میکنه قیمت ها. چاکلیت هایی که معمولا بعض وقت دوستا برای سر دسترخوان یا و هم برای آمادک میکنن برای روزهای عید افرنگ میباشه، باز او رو کیلوی چند میتین میکسر؟ مکس ما خود نداریم، اگر داشته باشیم اون که زیاد فرق نمیکنه. 250 افغانی یا 300 افغانی میباشه. بسیار خوب بسیار خوب. و این قسمی که میبینین تمام پسته ها هم هست اینجا، مو عین مو شکل اینجا، فقط پلاستیک کردگیش است. در مورد از این پسته برام بگو که چطور خوب منظم میره بسته بندی کردین؟ ای پسته که از دیگه بالاترین پسته ایران اینم، ای از بنان پسته پرسات میشه که ای از فی کیلوش 1000 افغانی. فی کیلوش 1000 افغانی. چقدر قیمت عزیزو که واقعاً که پرس کردگی هم هست و ای که خودش دانه دار هست و دانه شدگی هست. کیلو چند است؟ این مغز پسته وطنی است، پسته ایرات است. کیلو 1600 افغانی. 1600. باز چرا قدر قیمت دیگه؟ همون نرخش است. نرخش است. پوپل جان اگر گاه وقتی یکی از عزیزای ما بیا نامزدار باشه و همی پسته خوشش بیا، چقدر باز به امرایش کمک میکنین، مراعتشو میکنین؟ 100 افغانی شاید مراعتشو میکنین. 100 افغانی. نه دیگه همکار عزیز، حالا دیگه کارت اینجا جور شد دیگه. 100 افغانی نگفت که مراعتشو میکنیم. در مورد اوناب برم بگو، اوناب از کجا هست و چند است قیمت از اینا؟ ای اوناب که از چینایی هست، کیلو 500 افغانی. کیلو 500 افغانی. وطنی هم شما دارین؟ وطنی هم هست. وطنیش کیلو چند است؟ 250. همی که قاقکش است و امرای نرمش است، کدامش مزه دارتر از زیادتر؟ قاق مزه دارتر است. او را باز کیلو چند میدن؟ 250 مشکل نداره. و ای را 500 گفتیم؟ 500 بله. باز فرق از او از او چی از اگر؟ ای هم دانش کلان است و ای بسیار نرم است. ای که از خارج میاد تا ایجا اگذر قیمتش بلند. و از داخل خود وطن ما دیگه به طرف خارج که میره باز چقدر؟ هم شاید قیمت شوه خب، مگر او قدر به اندازه که مالک خارج میه او قدر قیمت نمیره. بسیار خوب. و اینجا کشته هم میبینم که کشته هم است. کشته از کجا هست؟ در مورد کشتان برم بگو و نرخشون بگو. این کشته که هست از غربند است. 350 افغانی یک کیلوش. چقدر باز زمین رنگ روش هم چقدر خوب مقبول تر است.
همونطور معلوم میشه که بسیار مزدارم شاید باشن. بله مزدارم. دقیقا. بسیار تشکر میکنم پوپل جان عزیز از اینکه بر ما معلومات دادی و تا لحظات برنامه را با ما بودی. آخرین پیام خودت، آخرین گفتنی خودت بر مردم عزیز ما، کسایی که در خارج از افغانستان خود تبیننده هست، از وطن باشن، چی پیام میدیم شما؟ پیام ما بر از مردم افغانستان اینمی است که همه ما دست به دست هم بدهیم که امی صلح بیاد وطن ما. انشالله بخیر. بسیار تشکر میکنم. دیگه ایدام بر خود تبریک باشه. دیگه وقت خوب و خوش بر خودت. خواهش میکنم. زنده باشین. خدا نگهدار شما. خداحافظ. اعضای دل، قسمی که دیدین در بخش میوه‌جات هم اومدم. ما باید ناگزیر که باید خداحافظی کنم. دقایق اخیر برنامه هست، اما لباسم مونده بود که ما باید لباسم میگرفتم و طلا فروشی رو اگر وقت یاری کرد فردا بخیر میبرایم، چون که حال زرگری ها بسته شده و لباس فروشی ها هم بسته شده که اگر نه او رو هم به تصویر به شما میگرفتم، اما اگر فردا بخیر امکانش بود، وقتش بود، فردا هم میگیرم براتون. اگر نه که وقتش نبود دیگه، این نرخ را به شما گفتم، فقط یک نرخ طلا موند و لباس مون که به شما عزیزا تقدیم کنم از داخل وطن ویژه برنامه ایدی را. این بود برنامه امروز ما، البته امروز نیست، امشب ما، شوخی کردم، برنامه امشب ما بود که تقدیم شما عزیزا کردم. خدا کنه که مورد پسند هر یکی شما عزیزای دل قرار گرفته باشد. باز هم منتظر به نظر، پیشنهاد، انتقاد راجع به برنامه به خودم باشه، پذیرا هستم و میپذیرم. و یک تشکری خاص میکنم از عزیزایی که بر من کمنت گذاشته بودن، باز هم قلبا سپاسگزار هستم. اما قلبکایی را که بر من میمانین، هم یک صد تایش از طرف ما و طرف شما بیایه. باز هم تشکری خاص میکنم از تک تک شما عزیزایی که در هر گوشه و کنار که هستین. عید سعید فطر از صمیم قلب برای تک تک شما تبریک باشه. روزه و نماز شما به درگاه حق قبول و مقبول بگرده. تا دیدار بعد که باز هم خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. خدا نگهدار همه شما. وقت به تمام شما عزیزا بخیر. و فراموش نکنین که چینل یوتیوب صدای کابل سابسکرایب کنین، همچنان ویدیوگاهش لایک کنین. منتظر هستم و من همچنان بیننده هستم. خدا نگهدارتان.